سلام، من سینا ولی‌الا هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از ام بی سی پرشیا در خدمت شما. ما امشب خیلی خوشحالیم که باز هم شما وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما گذاشتید و دارید ما رو تماشا می‌کنید. این برای ما واقعاً ارزشمنده، چون با وجود برنامه‌های جذاب و جدید و بکر و خلاقانه‌ای که این روزا داره از صدا و سیما پخش میشه، کار ما برای جذب مخاطب خیلی سخت شده. ما منبر دعوت شده بودیم ختم یک مادر مهربان و دلسوز و همسری فداکار. آقا ما هنوز گفتیم اتائب و منزنبه، یهوی گوشی ما هنگ کرد، شروع کرد کشترگی دنگلگ گرگی دنگ. آقا ای جمعیتی میگی روز خونز گاد تالنت. بله عزیزان، این اولین برنامه استعدادیابی که نه، اولین برنامه بی استعدادیابی دنیاست. یعنی یه چند تا داور که هیچ هنری جز روزخونی ندارن جمع میشن، از بین شرکت کننده ها هر کی بیشتر از بقیه هیچ هنری نداشته باشه رو به 3 چراغ قهوه‌ای میدن بره مرحله بعد. ما خدمت یکی از آقایون مراجع بودیم، جو صحبتی شد و اینا، گفت که شما فامیل چی آقا اینقدر قشنگ صحبت میکنی؟ گفتم که ما فامیل ما کشاورزه. گفت به به، کشاورزی هم میکنی یا نه؟ نه کشاورزی که نه، ولی با توجه به موجوداتی که شما پای سخنرانیاتون پرورش میدین میشه یه جورایی گفت دامپروری میکنید. من تحصیلات دانشگاهیم بی ربط به امنیت غذایی نیست. من علوم سیاسی خوندم که در واقع امنیت غذایی رو یه جورایی من پیوند میدم به حوزه امنیت در واقع ملی. بله خب، علوم سیاسی و کشاورزی خیلی رابطه تنگاتنگی دارن با هم، منتها فقط تو کشور ما که سیاستمدارا صبح تا شب مشغول آبیاری و کوددهی به تپه هایی هستن که در اقصا نقاط مملکت کاشتن. یا بعضیا فکر میکنن این چین عمامه ما مثل درجه نظامیایه، مثلا اگه اوجوری بود ما الان سرهنگ تمام بودم مثلا. حالا سرهنگ تمام که نه، ولی الدنگ تمام رو قطعا هستی. مثلا ما مدرسه دبیرستان میریم فکر میکنن رنگ عبای ما مثل کمربندای تکواندو و ایناست، از سفید شروع میره تا مشکی. این مال قدیم بود که فکر میکردن عبای آخوند مثل کمربند تکواندوه، الان دیگه بیشتر عمامشون حکم توپ فوتبال داره واسه جوونا. دیدید دیگه، میزنن زیرش هوا بره. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و مهربان و با وفا، همونجا ضربه رو میزنه با آرامش و با حوصله و تدبیر. چون میکنه در آزادی. البته این شوخی‌های دستی همه نشونه رفاقت و علاقه و صمیمیته که بین مردم و روحانیت وجود داره. امروز مردم دوست دارن روحانیت رو. من هر روز محل منزل و تا محل کار رو با مترو میرم. آره، اصلا عاشق روحانیتن مردم. هر جای روحانی میبینن با سلام و صلوات ازش استقبال میکنن. اینم یه نمونه. گم بشه؟ حالا فعلا که سر و کله‌شون در زمینه استنداپ کمدی هم پیدا شده. بعضیا هستن میگن آخوندا فقط بلدن مردمو بگریونن. خب اشتباه میکنن. اینا معلومه تا حالا تو عمرشون 2 دقیقه پای حرفای رئیس جمهور مملکت و معاوناش نشستن تا از خنده روده بر بشن. رئیس شورای امنیت کشور با اعلام اینکه رئیسی به شدت بر سر مسائل تورمی حساس است، اظهار داشته است که اتفاقات اخیر در بحث ارز و افزایش پرشتاب نرخ آن یک توطئه است. آخه حساسه، اینقدر به نقاط حساسش دست نزنید، اینقدر نقاط حساسش رو انگولک نکنید. البته اینم بگم بهتون که این حساسیت یه طرف است، یعنی درسته که رئیسی نسبت به مسائل تورمی خیلی حساسه، ولی متاسفانه مسائل تورمی رئیسی رو پشمشون هم حساب نمی کنن، همینجوری هر روز متورمتر و متورمتر میشن. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته از خودم از بازار خرید میکنم و از قیمت ها خبر دارم.
خب تو که خبر داری خبرها رو به گوش رئیست هم برسون. باز اون یکی جمعه به جمعه در جریان مسائل قرار می گرفت. این پرپکان که مخش کاملا آنگوزمان کرده رفته. قیمت دلار افزایشش تقریبا 2 تومن بیشتر نبوده. این جهش 20 تومن سواله که از کجا پیدا شد؟ از همون جایی که سر و کله روزخون تو اقتصاد پیدا شد. تو میری توالت اجابت مزاجی میکنی، بعدش میپرسی این از کجا پیدا شد؟ حاصل دسترنج خودته دیگه. امروز تنها پولی که در مقابل دلار امریکا ایستاده ریال ایران. الان مقابلش ایستاده و هر دلار شده 600 هزار ریال؟ اگه میخواست زیرش بخوابه پس چی میشد؟ و مسئله اینه که کدوم یکی از این زمین میخوره؟ آیا دلار میخوره زمین یا ریال؟ این استدلال داره دارم توضیح ده. من میدونم دارید ممکنی کم به حرف من بخندید، اما بقیق است. خنده؟ نه به خدا. این چرندیاتو اگه یکی مثل پدرزن پرپکان میگفت بله خنده داشت، ولی شنیدنش از زبان یه استاد دانشگاه اسهال داره بیشتر. این مسئله ارز و با این آوردن ارزش پول ملی از نوع همان موشک ها و بمباران هایی هست که اون روز دشمن انجام میداد، امروز به این شکل درست میکنه. بله گرونی دلار هم کار دشمنه. کدوم دشمن؟ همون دشمنی که دشمن اینترنته، دشمن عشقه، دشمن علمه، دشمن رفاهه، دشمن محیط زیسته، دشمن شادی و دشمن آزادی هم هست. و این بیبندوباری ها و کشف حجاب ها هم از همون نوعه. امروز هم شما باید مقابل این دو اسلحه دشمن وایستید، مقاومت کنید. بله شما به قد و هیکل خودش نگاه بندازید، قشنگ معلومه که صبح تا شب در حال مقاومت کردنه، منتها در برابر فهمیدن. آیت الله علم الهدا به مردم مشهد گفت چرا از نوب اشکنه و پیازداغ رو نمیارن؟ نه دیگه، با این قیمت پیاز مردم خیلی وقت رژیم غذاییشون رو عوض کردن و به سبزی پلو با ماهی و باقالی پلو با گردن و عدس پلو با ماستش رو آوردن. پیاز الان چند شده؟ پیاز الان تا 50 تومن هم میشه. اینم رفته یه دلار. رو پیاز بخندی سیب زمینی. این پیاز دلاری نتیجه دوزاری بودن رئیس جمهور و وزیر وزراشه. پیازی که به جای چشم دیگه کونو میسوزونه، چون دیگه کار رو به جای رسوندن که واسه کشت پیاز اگه جای کود حیوانی 1000 تومانی پای محصول بریزی به صرفه تره. اما دریغ است. امام جمعه تهران در خلوت اشک بریزید و مشکلات کشور را با دعا حل کنید. والا اون دعایی که میتونه مشکلات مملکت رو حل کنه اگه مستجاب شده بود که الان همتون از بالا تا پایین 7 کفن پوسونده بودیم. یکی از مصادیق صدر روزه است. روزه در شرایط اقتصادی همون صرفه‌جوییه. دیگه با پیاز 50 تومانی و گوشت 500,000 کار از روزه گذشته. ملت باید تو خونه‌هاشون احتساب غذا بکنن. و در کنار روزه نماز، نماز پناهگاهه. در مسائل اقتصادی هم قطعاً بدانید شما پناه به خدا ببرید. حالا گیریم مردم از شر گرونی و دلار به خدا پناه بردن، از شر شما که فقط باید به طالبان پناه ببرن. صدها دانش آموز دختر دهها مدرسه متوسطه و دبیرستان دچار مسمومیت‌های مشکوک شدند. مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم مسمومیت دانش آموزان را با هزاره‌گراها نسبت داد که نوعی تفکر نزدیک به طالبان است. نزدیک به طالبان؟ به خدا اون کسی که دختر بچه دبستانی رو مسموم میکنه که مدرسه نره از طالبان هم جمهوری اسلامی تره. رابطه عاشق و معشوق، تشبیه این روزهای مردم از رابطه جمهوری اسلامی ایران و طالبان است. البته این از نظر ما بیشتر یک مثلث عشقیه، یعنی علاوه بر روابط عاشق و معشوق با طالبان، اینا یه رابطه مرید و مراد هم با چین دارن و البته در کنارش با روسیه هم سطح روابط به فعل و انفعالات زناشویی رسیده دیگه. در تازه ترین مورد رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت جنوبی هلمند گفته که پس از این کسانی که رویش خود بیتراشن با مجازات سخت به گفته او مواجه میشه. بخوایم منصف باشیم، این برا بچه طالب هنوز در برابر مسئولای ما یه جورایی روشن فکر محسوب میشن ها. این بدبخت ها اگه واسه زدن ریش مجازات تعیین کردن، ما 2 سال پیش واسه زدن پشم مجازات گذاشتیم تا نشون بدیم در زمینه عقب افتادگی داریم با سرعت از همه میزنیم جلو.
رسانه‌های ایران از ابلاغیه خبر دادند که مطابق اون به آرایشگران زن در مشهد دستور داده شده که از انجام خدماتی مثل تتوی نقاط محرمه، اپیلاسیون نقاط محرمه و کاشت ناخن خودداری کنند. ایرادی هم نداره البته. خدا رو شکر انقدر که مردم کشور ما هر روز خبرهای پشم ریزون جدید بهشون میرسه، اصلا نیازی به اپیلاسیون ندارن دیگه. یه سر بزنن به خبرگزاری دولت، خودش کار 100 تا تیغ و واجبی رو همزمان انجام میده. هر نهادی که میتونه سعی میکنه زنان رو محدودتر کنه، فشار رو بهشون بیشتر کنه. آخرین مورد داشتیم وزارت بهداشت که میگه زنان در داروخانه ها مقنعه سر کنن، اون هم مشکل. من فقط امیدوارم اون بیمار جنسی که با حال مریض و عفونت و گلو درد و نفس تنگی و اسهال و استفراغ میره داروخانه و با دیدن موی پرسنل اونجا تحریک میشه، به جز دارو یه بسته کاندوم هم بهش بدن که نسلش ادامه پیدا نکنه. یا بالهایی که هست در چقدر دور میخوره در یک دقیقه و سرعت بالها همین لحظه شدت گرفتم. ساخت افغانستان هستین. این بخواد از زمین بلند چه، باید چند نفر برن زیرش این تابوت بذارنش رو شونه‌شون. حالا شاید بخندید و بگید این چه هلیکوپتریه که پرواز نمی‌کنه، در حالی که اتفاقا نکته مثبتش همینه. پراید و پژو داخلی ما اگر در همین حد کار می‌کردن الان کلی آدم جونشون از دست نداده بودن. موشکامون هم همینطور. این موشکی است که در خارج از جو قادر مانور انجام بده، قادر جابجایی انجام بده در جهات مختلف. یعنی موتوری داره که تازه تو 300 400 500 کیلومتری هدف روشن میشه. فقط کاش که بعد از اینکه در نزدیکی هدف موتور خودش رو روشن کرد، عینکش هم بذاره سر کلاهکش با دقت هدف رو نگاه کنه که یه وقت نیروهای خودی رو با دشمن اشتباه نگیره. این چند برابر صوته، چون ابر صوته دیگه. خدمت شما عرض کنم که سرعتش خیلی بالاست. خیلی خیلی، چقدر دقیق. موشکی ساختن که نه تنها بقیه نمیدونن اندازش چیه و چه جوری کار میکنه و سرعتش چقدره، بلکه خودشون هم به عنوان سازنده خیلی در جریان نیستن چی به چی اصلا. تو یه مش سرباز بدبختن که اینا خیلی کشتن اینا که هدف ما نبود. ما ان شاء الله بتونیم ترامپو بکشیم، پمپئو رو، همین مکنزی و این فرماندهان نظامی که این دستور رو دادن، اونا باید کشته بشن. بفرما. وسط برنامه زنده میگه میخوایم رئیس جمهور سابق و وزیر و فرمانده یک کشور دیگر رو ترور کنیم. بلکه بهشون میگن تروریست، ناراحت میشن. بابا تروریست بازی که دولا دولا نمیشه. چون شما در نهایت هم به جای ترامپ و پمپئو و مکنزی فقط تونستین چند تا سوسمار و مارمولک و عقرب رو بکشین. حتی بچه‌های متدین، بچه‌های حزب اللهی، بچه‌های بسیجی، آدم‌هایی که خودشون پای کار انقلاب و نظام بودن هم گاهی اوقات کم میارن. یعنی یه جاهایی میبره طرف دیگه. آقا من دیگه از چی دفاع بکنم مثلا؟ این که اسمش کم آوردن نیست. به این میگن سر عقل اومدن. البته اونی که با دلار 60 تومانی و پراید 300 تومانی سر عقل نیومده، با دلار 100 هزار تومانی و پراید 1 میلیاردی هم سر عقل نمیاد. باید چند جلسه کلاس خصوصی بذاره با برا بچه چیز میز. خب جلسه بررسی گرانی ارز. قربان جلسه کنسله. چرا؟ قربان شوهر عمه دایی با جناق همسر سابق معاون وزیر ارشاد تحالش رو عمل کرده. خب یه بسته شیرینی بگیرید بریم عیادت حداقل. خب جلسه بررسی دلایل افزایش قیمت مرغ. قربان جلسه کنسله. دیگه چرا؟ آقای وزیر گفتن الان آمادگی ندارم. باشه یه روز دیگه. آخر هفته چطوره؟ عالیه. پنجشنبه خوبه؟ عالیه. سر ساعت 2 خوبه؟ عالیه. وایسا ببینم. پنجشنبه ها که تا 12 بیشتر نیستیم. خب میخوای بندازیم شنبه. شنبه که تعطیله. یک شنبه هم که من نیستم. دوشنبه هم که من مرخصیم. باشه سه شنبه پس. حالا فوقش مردم چند روز مرغ نمیخورن. خب جلسه آنلاین بررسی کاهش سرعت اینترنت و همینطور آسیب دیدگی کسب و کار پس از تصفیه. قربان جلسه کنسله. فیلتر شکن بچه ها وصل نمیشه. خب خوش آمدید به جلسه همفکری و هماندیشی برای جلوگیری از انقراض پیروز یوز پر. قربان اینم یه هفته بندازیم آقا. اگر ناز و قشنگ بودیم و رفتیم.
اگر کیوس پلنگ بودی مرفتی. خب جلسه بررسی دلایل افزایش قیمت گوشت گوسفند. قربان هلیکوپتر وزیر چپ کرده رفته تو کما. ای بابا، یعنی این جلسه هم کنسله؟ بله متاسفانه. این گوسفندا رو چرا آوردی؟ قرار بود وزیر بیاد دعواشون کنه که گوشتشون چرا انقدر گرون شده. پس کی دسیسه پروتئینی دشمن خونسا کنی؟ عزیزان دسیسه چیه؟ استمرار تحریم ها و افزایش اقدامات تورمزای دولت در کنار تولید نقدینگی افزایش گسیخته با چاپ بیش از حد پول توسط بانک مرکزی باعث بحران ارزی شده و این بحران منجر به افزایش هزینه دامداری و کشاورزی و در نتیجه افزایش قیمت فراورده های دامی مثل ما شده. ها؟ چه گوسفند پل حرفی بود. بله میخواست با توجیهات غیر کارشناسی حواس ما رو از پشت پرده افزایش قیمت ها پرت کنه. اون ماستو بده بیاد مهندس. یه موزیک هم پلی کن با قضا میچسبه. وطنم این شکوه پا بر جا. چیز میز چیز میز چیز میز چیز میز چیز میز